اشکان، همونطور که در خبر هم که اعلام کردم، امشب هم تظاهرات برگزار شد، تصاویرش هم داشتیم میدیم، اما حمله مسلحانه در تل آویو بوده، بیشتر از اون برای ما بگو. بله، خب حمله چند دقیقه قبل از آغاز تظاهرات انجام شد. در واقع ماموران شهرداری که اونجا بودن، ماموران مسلح شهرداری به یک جوانی که با یک کوله پشتی بوده شک میکنن، میخوان که او رو بازرسی کنن. او سلاح میکشه، یکی از ماموران رو میکشه، خودش هم در جریان درگیری کشته میشه. یکی از احتمال جوانی که گفتم البته از شهر جنین به تل آویو اومده، از کرانه باختری و عضو جهاد اسلامی هم بوده. یکی از احتمالاتی که به در واقع نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن الان این هست که او قصد داشته با سلاح به درون تظاهر کنندگان بره، در واقع به درون تظاهرات بره و در واقع یک کشتار بزرگتری رو براه بیاندازه، به ویژه که در واقع حمله در چند صد متری محل تظاهرات هم انجام شده. اما علارغم این حمله، هم رهبران معترضان گفتند که تظاهرات رو برگزار میکنند و هم پلیس اسرائیل اعلام کرد که مشکل نیست، تظاهرات میتونه برگزار بشه. تظاهرات مرکزی الان خب در میدان کاپلان در تل آویو داره برگزار میشه، ده ها هزار نفر در اونجا هستند و همچنین هزاران نفر دیگه در 150 نقطه دیگه. تمرکز تظاهرات این هفته بر این هست که بگن که نتانیاهو اگر دادگاه عالی تصمیم بگیره قانونی که هفته گذشته تصویب شد رو رد بکنه، باید تصمیم دادگاه عالی رو قبول کنه. نتانیاهو تا حالا نگفته که این تصمیم رو اگر دادگاه بگیره قبول خواهد کرد یا نه. مرسی از اشکان صفایی همکارم که از اورشلیم همراه ما بود.